سلام، شبتون بخیر. جو بایدن در حالی سکان رهبری آمریکا را به عهده می‌گیرد که موضوع ایران یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی پیش روی اوست. آقای بایدن که پیشاپیش وعده داده بود که به توافق هسته‌ای یا برجام برمیگردد با موانع زیادی روبروست، از جمله عملکرد ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش. عده‌ای معتقدند که بازگشت بدون پیش شرط آمریکا به برجام پس از فشاری که دونالد ترامپ به ایران آورده، از بین بردن دستاوردهای سیاست فشار حداکثری است. عده‌ای معتقدند که آمریکا باید در پی توافقی جدید باشد که شامل برنامه موشکی این کشور هم بشود. دور شدن از تعهدات برجامی و ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی بعضی از طرفهای اروپایی برجام را نگران کرده. چه سرنوشتی در انتظار برجام است؟ آیا جو بایدن کل تحریم‌ها را لغو خواهد کرد؟ اگر چنین شود چقدر زمان می‌برد؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا، و مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ از پنسیلوانیای آمریکا. خوش آمد می‌گویم به هر دو مهمان برنامه. آقای شهید سالس، با شما شروع بکنیم. فکر می‌کنید که آقای بایدن چه برنامه‌ای داره برای بازگشت به برجام؟ آقای بایدن مکرر هم نوشته هم گفته، یک مقاله مفصلی تو CNN نوشتن و یک مصاحبه مفصلی هم با آقای توماس فریدمن تو نیویورک تایمز کردن که عزم این رو دارن که به برجام برگردن، ولی اینکه معنی برگشتن به برجام چی هستش، آیا همه تحریم ها میتونه برداشته بشه، میتونه، البته تحریم که ایشون نمیتونن بردارن، فقط میتونن به صلاح با حالت تعلیق در میارن، آیا همچین چیزی امکان پذیر هست یا نه، این احتیاج به بحث و گفتگو داره که حالا اگر خواستید من در ادامه صحبت خواهم کرد یا اگرم خواستید همین. بسیار خب، برمیگردیم به موضوع. آقای نوربخش، شما فکر میکنید که با توجه به اقدامات ایران از جمله کاهش تعهدات این کشور به برجام، شرایط برای بازگشت آقای بایدن به برجام مهیا هست یا کار دشوار شده؟ فکر نمی کنم که کار دشوار شده باشه. اول باید توجه کرد که برگشت به برجام یا سیاست خارجی آمریکا با ایران در حال حاضر از تقدم در سیاست های دولت بایدن برخوردار نیست. آمریکا در حال حاضر با سه تا حداقل سه تا بحران رو در رو هست، که بحران اقتصاد آمریکاست که پهلوی او دومین بحران، بحران کرونای آمریکاست، و سومین بحران هم بحران امنیت الان که شما خودتون در این انتخابات دیدید. اینه که دست آقای بایدن بسیار پره. تهدیدایی که مجلس ایران میکنه یا وقتایی که میگذارن، این وقتها به نظر من عملی نخواهد بود. و در این که من با مهمان شما موافق هستم، در این که بایدن چگونه به برجام برمیگرده هنوز مشخص نیست، اما دو تا چیز رو نباید فراموش کرد در این رابطه. اوضاع احوال به شدت درون خاورمیانه تغییر کرده. در صحنه سیاست خارجی آمریکا هم دست آقای بایدن بیشتر از گذشته بازه، به خاطر که آقای بایدن قدرت این رو دارد که اجماع جهانی ایجاد بکنه بر ضد هر کسی، بر ضد ایران، درون منطقه خاورمیانه. و دوم اینکه حمایت در حقیقت کشورهای اروپایی رو دارد، و سوم اینکه میتونه مشکلات خودش رو به زودی با چین حل بکنه. اینه که برگ برنده‌ای در دست ایران به اون شکل نخواهد بود. اینه که ایران باید بیشتر توجه به این باید بکنه که ترامپ شخصیتی نبود که بتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه، ولیکن آقای بایدن هست. آقای شهیر سالس، فکر میکنید که در فضای کنونی با توجه به اینکه امروز وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب هم توصیه‌اش این بود که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه خرداد، اگر که آمریکا بتونه به نتیجه برسه به نفعشه، با توجه به موضع ایران و شرایط داخلی ایران چقدر فکر میکنید که شدنی باشه در بازه 6 ماه به نتیجه برسن؟ ببینید، بذارید من یه موضوع رو توضیح بدم، خیلی مهمه. ایران همونجور که آقای رافائل گروسی هفته پیش گفتش داره به سرعت به سمت غنی‌سازی 20% پیش میره. این که ایران، آقای نوربخش فرمودن ایران در اولویت برنامه های بایدن نیستش، اگر هم نیست خواهد اومد در اولویت برنامه های آقای بایدن، برای اینکه خطر حمله اسرائیل خیلی خیلی جدی هستش.
ایران اگر به غنی‌سازی 20% برسه، معناش اینه که 92% راه رو برای رسیدن به غنی‌سازی 90% که در اون از تهیه بمب استفاده میشه رفته. 92%، یعنی 8% راه باقی مونده. برای همین هم آقای گروسی میگه شما چند هفته بیشتر فرصت نداری و اینا رو هم همجور انبار میکنه رو هم دیگه و ذخیره میکنه. بنابراین اگر هم نباشه میاد جزء اولویت های آقای بایدن. حالا مسئله این میمونه که آقای بایدن به سرعت میتونه این کار رو انجام بده. ببینید تحریم هایی که آقای ترامپ گذاشتهش، چند دسته تحریم، صدها تحریم آقای ترامپ بر ایران اعمال کردهش، ولی من میخوام تمرکزم رو بذارم بر یک دسته تحریم هایی که خارج از برجام آقای ترامپ اعمال کردش بر ایران و اونها جنبه ضد تروریستی و کانتر تروریسم داره. از جمله دستور اجرایی 13224 که شما بیشتر در این مورد در آینده خواهید شنید. این دستور اجرایی چی هستش؟ این دستور اجرایی میگه شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی ایران و شرکت نفتکش ایران به دلیل شرکت در فعالیت‌های تروریستی ایران در منطقه اینها تحریم میشن و اینها رو ذیل یک قانونی که سال 2017 تصویب شده، قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم، حالا اسم فارسیش هستش، ذیل اون این تحریم ها رو اعمال کرده. به هیچ وجه آقای بایدن دست به ترکیب این تحریم ها چون مسئله تروریسم هستش نمیتونه بزن. حالا چه کار باید بکنه؟ باید با ایران وارد مذاکره بشه. ایران میگه ما مذاکره نمی کنیم. اگر مذاکره نکنه این تحریم ها برداشته نمیشه. این تحریم ها وجودش یعنی اقتصاد ایران هنوز زیر تحریم، حتی اگر همه تحریم های برجام هم برداشته بشه. این باید مذاکره بشه و بعد من حالا باز در نوبت بعدی اگر خواستیم بازم بیشتر در این مورد متشکرم. آقای نوربخش، شنیدیم درباره این تحریم هایی که به دلیل فعالیت های به گفته آمریکا تروریستی ایران در واقع علیه ایران صادر شده. با توجه به اینکه ایران به هر حال به نوعی شکست خورد در برجام و اعتماد کرد به آمریکا و آمریکا خارج شد، فکر می‌کنید که آیا ایران اصلا امکان و تمایل اقدام برای لغو این تحریم ها رو داره؟ ببینید من گفتم ایران در تقدم سیاست های دولت بایدن نیست، اما ایران بدون شک در تقدم سیاست خارجی دولت آقای بایدن خواهد بود. من اتفاقا با مهمان شما کاملا موافق هستم که کاری که دولت ترامپ کرد در طول در حقیقت این دو سال گذشته اینه که بسیاری از تحریم ها رو گذاشت زیر در حقیقت مفهوم تروریسم و ایران رو گذاشت در اون لیست. ایران اگه بخواد وارد، یا دولت بایدن اگه بخواد وارد هر مذاکره‌ای با ایران بشه برای لغو این تحریم ها، ایران رو از این لیست باید بیرون ببره. اینجاست که من میگم که لوریج ایران نداره. ایران اگه دنبال در حقیقت امتیاز ایران نداره. ایران اگه بخواد که تحریم ها بر روی ایران برداشته بشه، بدون شک باید با آمریکا مذاکره بکنه و اینجا هست که من گفتم امتیاز به یه شکلی دست دولت بایدنه. ولیکن با مهمان شما کاملا موافق هستم که ایران اگه در حقیقت بتونه که غنی سازیشو به 20% برسونه که 80% کار ساختن یک بمب هست، خب به هر بار امتیازهایی ایجاد میکنه. اما فراموش نکنیم که این کار ایران رو به خطرات بیشتری هم روبرو میکنه و خطر هم اینه که دولت اسرائیل بارها اعلام کرده که اون رو تحمل نمیکنه و وضع اسرائیل در سوریه با ایران ما دیدیم، در خاورمیانه دیدیم. شما شک نکنید که در آینده بسیار نزدیک اسرائیلی درون بحرین یک در حقیقت منطقه نظامی، یک دونه پایگاه نظامی بگیرن. اینه که ایران اگه اسرائیل رو به این شکل بکشه درون منطقه خاورمیانه به نفع خودش نخواهد بود و میدونیم که کشورهای عربی به هر بار حمایت از اسرائیل میکنن. اینه که نهایتاً این که من میگم تقدم نیست، به این تعبیره که ایران در موقعیت خوبی قرار نداره. ایران باید خودش رو آماده بکنه برای مذاکره، مذاکره باید بکنه که ایران از نامش از لیست این تروریسم خارج بشه که بسیاری از این تحریمایی که ترامپ گذاشته رو سر ایران، این تحریما رو آقای بایدن بتونه لغو بکنه. آقای شهرسالس، خروج از این لیست تحریم‌های تروریستی مستلزم تغییر رفتار ایران در منطقه و بسیاری از سیاست‌هایی که از دید آمریکا سیاست تروریستی محسوب میشه بخشی از هویت حکومت جمهوری اسلامی. آیا میشه سناریو رو متصور شد که ایران تا این میزان تغییر رفتار بده؟
نه به نظر من این رو که نمیشه متصور شد. یه مشکل دیگه هم که هستش، حالا غیر از مسئله تحریم ها، توی همین دستور اجرایی EO 13224 که من گفتم، اومدن دو تا به اصطلاح موجودیت رو بردن از زیر سازمان های تو لیست سازمان های تروریستی امریکا، که یکیش همونجور که میدونی سپاه هستش. برای اولین بار در دنیا یک بخشی از ارتش یک کشور رفته جزء سازمان سی، و یه بخش دیگرش بیت رهبری هستش، بیت آقای خامنه‌ای هستش که اونم رفته جزء سازمان های تروریستی. ایران شما مطمئن باشین حتی اگر تحریم ها رو بتونه تحمل بکنه، این مسئله که بیت رهبری جزء سازمان های تروریستی باشه براش واقعا مسئله قامز و غیر قابل تحملی است و فشار خواهد آورد که از این لیست. چرا آقای شریفزاده، مگه بیت رهبری معاملات مالی داشته که این تحریم ها بهش آسیب بزنه؟ اساسا اگر با آمریکا کار میکرده که براش مشکل ایجاد بکنه این تحریم؟ ببینید بیت رهبری، ما دقیقا اولا میدونیم بیت رهبری خودش یه دولته، تعداد آدمایی که تو این تشکیلات کار میکنن تا 12,000 نفر هم تخمین زده شده. مجموعه اسیت و داراییهایی که زیر دست بیت رهبری هستش، حالا اینا گزارش هایی هستش که خبرگزاری خارجی دادن، تا 90 میلیارد دلار هستش. بالاخره شما نگاه کنید که فعالیت هایی که ایران در منطقه میکنه همش، شما برید تو بودجه ایران ببینید یک ریال بابت این فعالیت ها در بودجه جایی تخصیص داده شده داده نشده. بنابراین اینها به هر صورت از طریق سیستم های مالی بین المللی کارهایی میکنن، پولهایی انتقال میدن. فعالیت های ایران در منطقه، سوریه کشوریه که حکومتیه که 10 سال تقریبا مالیات نگرفته، چجوری این سر پا مونده؟ حالا به هر صورت روسیه کمک کرده، ایران هم حتما کرده. این صحبت ها هستش. ولی ببینید مسئله اینه، برای خارج شدن از این مخمصه الان ایران چه، آقای بایدن چه مشکلی داره؟ آقای بایدن مشکلش اینه که الان یه فردی در سنا رهبر اکثریت حالا نسبی در سنا رو دموکرات ها رو به عهده داره، آقای چاک شومر هستش. آقای چاک شومر کسی هستش که در سال 2015 علیه برجام رأی داد. حالا آقای بایدن باید با یه همچین تشکیلاتی که نه تنها جمهوری خواه جلوش هستن، باید با اینها هم مبارزه بکنه. چجوری میشه یک تعادل و توازنی بین اینها و ایران و مشکلات تحریم و مشکلات تروریستی برقرار بکنه؟ به نظر من مثل راه رفتن یه شعبده باز روی بند هستش، یه آکروبات باز روی بند هستش. خیلی خیلی کار مشکلی. آقای نوربخش، میدونیم که ایران به کرات گفته که آمریکا ابتدا باید به برجام برگره و تحریم‌ها رو لغو بکنه. با اوصافی که تا اینجا شنیدیم به نظر میاد که بسیاری از این تحریم‌ها به دلیل اینکه در فهرست تروریستی است قرار نیست برداشته بشه. فکر می‌کنید ممکنه با روی کار آمدن آقای بایدن گشایشی ایجاد بشه با این وضع؟ ولی گشایش من فکر کنم بشه، و میدونید که این تحریم ها دو بخش دارند، یکی تحریم های برجامیه، یکی تحریم هایی است که ترامپ زیر همین لیست تروریسم گذاشته. اما اجازه بدید من برگردم به این مشکلاتی که به هر بار دوست عزیز ما اینجا مطرح کردن. ببینید دولت جمهوری اسلامی الان درون خاورمیانه، الان رو میگم من، در حال حاضر با شکست در سیاست خارجی خودش روبرو بوده است. شما به وضع سوریه نگاه کنید، الان ایران در سوریه شکست خورده، سوریه الان در دست روس‌هاست و دست دولت ترکیه. پایگاه‌های نظامی ایران مرتب توسط دولت اسرائیل اونجا بمباران میشه. اگه به عراق برگردید، عراق در حقیقت الان دولتی که درون عراق هست، دولت مصطفی الکاظمی، دولت قدیم مثل دولت‌های قدیم نیست. عراقی‌ها بسیار کوشش میکنن استقلال سیاسی خودشون رو حفظ بکنن. همچنین که الان میدونید ما یه وقتی در عراق ما میتونستیم وزیر انتخاب بکنیم، میتونستیم نخست وزیر انتخاب بکنیم. همه امتیازات از دست ایران بیرون رفته. من یک مثال کوچیک برای شما بزنم. مجلس عراق رأی داده که دولت آمریکا از عراق خارج بشه، اما نه دولت عراق این رو میخواد، نه آقای سیستانی این رو میخواد، نه هیچ کس دیگه این رو در شرایط فعلی نمیپذیرن، به خاطر که به انسجام درونی کشور عراق ضربه میزنه اگه چنین کاری صورت بگیره. این در مورد عراق. در یمن جنگ به بنبست رسیده، در لبنان ما وضع گذشته رو نداریم، حزب الله وضع گذشته رو نداره. اگه هر کسی
که عاقلانه فکر میکنه راجع به سیاست خارجی ایران الان برگرده و بخواد فکر بکنه به چه امتیازاتی داره، ایران در طول این 40 سال امتیازات بسیار زیادی را دست داده و اگه صادق باشن با کشور و اگه صادق باشن به منافع ملی کشور، الان بعد تغییرات بنیادین درون سیاست خارجی ایران صورت بگیره و ایران راه دیگه ای رو دنبال بکنه. حالا این کار رو میکنن یا نمیکنن اون یه بحث دیگه است. امکان شدنش به نظر من بسیار کمه با این مجلسی که الان هست، اما آینده به ما خواهد گفت که دست این مجلس باز نخواهد بود. این مجلس الان شعار میده ولی که نهایتا میدونن که اقتصاد کشور فروپاشی میشه و میدونید که از همین الان یه بحث درون ایران هست که به اصطلاح محافظه‌کاران میخوان با آمریکا وارد مذاکره بشن، نمیخوان این امتیاز رو به دولت روحانی بدن، یعنی منافع جناحی خودشون رو بر منافع ملی کشور ترجیح میدن و متاسفانه این روند سیاسی که درون کشور ما الان میبینیم. در کنار بحث تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای، بحث برنامه موشکی هست که از جمله نگرانی‌های طرف‌های اروپایی برجام هم هست و بسیاری معتقدند که جو بایدن باید در پی توافق تازه‌ای باشه که شامل برنامه موشکی ایران هم میشه. آقای شهید سالس، چقدر فکر می‌کنید که بلند پروازانه است، رویا پردازیه که ما فکر بکنیم که جمهوری اسلامی حاضر میشه درباره برنامه موشکیش هم وارد گفتگو بشه؟ ببینید، حدود 2 سال پیش، یعنی قبل از اینکه آقای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران بشن، زمانی که آقای محمد علی جعفری بودن، آقای جعفری یک حرفی زدن که به نظر من در لابلای اخبار گم شد. ایشون گفتن ما برای برنامه موشکیمون الان برد موشکامون به 2000 کیلومتر رسیده که این برد برای ما و غلبه بر دشمنانمون کافیه. حالا دشمنانمون اگر کشورهای منطقه رو میگفتن، اگر امریکا رو میگفتن یا اسرائیل رو میگفتن، به هر صورت ایشون گفتن که برد 2000 کیلومتر برای موشکای ما کافی هستش. ما قدرت این رو داریم که برد موشکامون رو اضافه بکنیم ولی نیازی نداریم. به نظر من این حرف با اینکه حالا گم شد لابلای اخبار، ولی میتونه مقدمه یک صحبتی باشه. یه سوال خوبی که شما کردین قبلا، من یه ذره مشخص‌تر بگم که این رو هم در اون این سوال رو هم در اون خواهم گنجون که چقدر طول میکشه. ایران به هر صورت میگه ما مذاکره نمی کنیم و برگشتن به برجام. آقای روحانی میگه اون مرد یک خط خطی کرد، حالا شما بردارید یک امضا بکنید. اینطوری نیستش، این حرفا نیست. باید اینا مذاکره بشه. مذاکره بشه یعنی چی؟ باید یه لیستی تهیه بشه که طبق اون لیست آقای بایدن بگه آقا من این امکانات رو دارم، این تحریما رو میتونم بردارم، ایرانم بگه من اینها رو قبول دارم، اینها رو قبول ندارم. این صحبت بشه. ماها ممکنه این بحث طول بکشه و مذاکرات هم 100% طولانی خواهد بود. چیزی نیستش ایشون خط خطی کرده، ایشون امضا بکنه مسئله حل بشه. و به نظر من همونجا مسئله موشکی با توجه به صحبتی که آقای جعفری کرد، به نظر من یه نقطه شروع خوبی میتونه باشه که حداقل بیان برد موشکای ایران رو در همون 2000 کیلومتر که خود آقای جعفری گفته برای ما کافی هستش محدود نگه دارن. آیا این امکان پذیر هستش؟ به نظر من بله، این امکان پذیر هست با توجه به گفته آقای جعفری. شما چه فکر میکنین آقای نوربخش؟ ببینید، آمریکایی‌ها 5 تا هدف درون خاورمیانه دارن. من به همین سوال برمیگردم. یکی میخوان که عبور کشیرانی آزاد درون منطقه. دوم، جلوگیری از اسلحه‌های کشتار جمعی. سوم، مقابله با تروریسم. چهارم، در حقیقت ایجاد ثبات درون منطقه خاورمیانه. و پنجم، رقابت با چین و روسیه. آمریکایی به خاطر این که وضع ثبات منطقه رو به دست چینی و روسیه ندن، در این منطقه سرمایه گذاری نظامی میکنن. حالا این انتخاب با ایرانه. ثبات هم که میخوان ایجاد بکنن، یا اینکه ایران پیش قدم میشه در ایجاد یک طرح امنیتی منطقه، و یا اینکه ایران نمیشه. اگه ایران درونه این طرح امنیتی منطقه وارد نشود، بدون شک اسرائیل وارد این طرح امنیتی منطقه میشه. به خاطر همین هم دارم میگم که
ایران هیچ راهی به غیر از این نداره. حرف مهمان شما رو من قبول دارم که سر موشک های ایران هم باید بر حقیقت مذاکره بشه. ایران هیچ راهی به جز این نداره که برای طرح امنیتی منطقه با همسایگان خودش وارد مذاکره بشه. مادامی که نشد، آمریکایی‌ها بر حجم در حقیقت نظامی خود درون خود در درون منطقهشون اضافه میکنن. من یادآوری میخوام بکنم که آقای روحانی یک وقتی ادعا کرد در طول همین دو سال گذشته که اگه نفت ایران از منطقه خارج نشه، نفت هیچ کشور خارج نمیشه. اما دیدیم چنین چیزی نشد، به خاطر که آمریکایی‌ها الان دو تا کشتی جنگیشون، یکی در حقیقت USS جورجیاشون درون منطقه است که کشتی اتمیشونه، نیمیتس که نزدیک در حقیقت اقیانوس هنده. آمریکایی‌ها مادامی که ثبات درون منطقه نبینن، بر حجم نظامی خودشون می‌افزایند. کشورهای منطقه کوشش میکنن بیشتر تکیه بکنن روی اسرائیل و به نفع ایران خواهد بود که در این طرح امنیتی منطقه شرکت بکنه. اگه نکرد، به چشم دشمن بهش نگاه خواهند کرد و خارج از این طرح قرار گرفت. اینه که به نظر من مذاکره همه چیز بر روی میز باشه. حالا به چه شکلی در حقیقت روی موشک‌های ایران تصمیم میگیره بگیره اون یه بحث دیگه است. اما این به نفع ایرانه که ایران وارد این مذاکره بشه که خارج از این محدوده نمونه، به خاطر که فقط به طرح امنیتی ایران خاتمه پیدا نخواهد کرد. امکان داره دو روز دیگه یک طرح در حقیقت اقتصادی جغرافیایی منطقه‌ای هم بشه، اسرائیل درون اون باشن، که اگه ایران درون این طرح جغرافیایی منطقه‌ای همکاری اقتصادی نباشه، به ضرر ایران خواهد بود. اینه که ایران راهی به نظر من به جز مذاکره نداره و شعارهایی که دارد میده داده میشه در الان، این شعارها به نظر من در دنیای واقعیت جایی نداره. البته آقای نوربخش آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با ریاست جمهوری آقای ترامپ و سیاست فشار حداکثری گفت که نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میشه و این اتفاق افتاد. ایران نه مذاکره کرد و نه جنگ اتفاق افتاد علارغم ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی در منطقه. چی باعث میشه که فکر بکنید که 4 سال بایدن متفاوت خواهد بود؟ ما میدونیم که آیت الله خامنه ای آدم سرسختیه و خیلی سخت تن به تغییر میده. والا آقای خامنه ای اشتباه کردن. آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران بود، اسرائیلیا درون سوریه ایران رو زدن، اسرائیلیا و آمریکایی‌ها چرور کردن در ایران، یعنی این جنگ ادامه داشت. متاسفانه لغت جنگ، مفهوم جنگ باید تعریف بشه. از الانم به نظر من همین چیزا امکان دارد که ادامه پیدا بکنه و نباید فراموش بکنیم که اسرائیلیا با کارهایی که توی ایران کردن و درون سوریه کردن، در زمان ترامپ هم به آمریکا گفتن ما نیاز به کمک نظامی آمریکا نداریم و روز بدی خواهد بود اگه ما پای اسرائیل رو درون منطقه باز بکنیم و اجازه بدیم که اسرائیل درون بحرین یک پایگاه نظامی بگیرد، کشورهای عربی تکیه بکنن بر اسرائیل به خاطر دفاع از خودشون. ایران باید کوشش بکنه که این طرح رو خونسا بکنه. در ایران جنگ اقتصادی ادامه داره. دانشمندان هسته ایران ترور شدند. بزرگترین اسست، بزرگترین منبع نظامی ایران آقای قاسم سلیمانی ترور شد و ایران هیچ کاری در مقابل اون نتونست انجام بده به جز به حساب پرتاب چندین موشک به عین الاسد که زودتر از اینکه این موشک‌ها هم پرتاب بشه 6 ساعت زودتر به آمریکایی‌ها خبر دادن تا کسی کشته نشد، به خاطر اینکه ترس و واهمه عظیم بود که جنگ به مرزهای ایران کشیده بشه. درون سوریه هم همینطور. آقای شهرزاد شما چی فکر می‌کنید؟ آقای خامنه‌ای در رابطه با ترامپ گفت نه جنگ میشه نه مذاکره می‌کنیم. ما فکر می‌کنید در رابطه با بایدن متفاوت خواهد بود؟ آره، سوال خیلی خوبیه. ببینید من برمیگردم به زبان آقای اوباما. آقای خامنه‌ای و حتی آقای روحانی هم همینطور میگن ما زیر فشار و تحریم و تهدید مذاکره نمی‌کنیم. این حرف درست نیست. برای اینکه زمان آقای اوباما همین تحریم‌ها شد و همین فشارها شد و بعدم مذاکره شد. چه جوری شد؟ یه مرتبه برنامه نرمش قهرمانانه پیش اومد و بعد از اون مذاکرات شروع شد و ما دیدیم که به نتیجه هم رسیدن به برجام رسیدن. یک نرمش قهرمانانه دیگه به اسم نرمش قهرمانانه دو کلید خواهد خورد؟ بله، به نظر من خواهد خورد. بنابراین اینی که شما مقایسه بکنیم با زمان آقای ترامپ، باید برگردیم به زمان آقای اوباما. اگر دولتی باشه که
حاضر باشه و در امریکا و بخواد واقعا با جمهوری اسلامی کنار بیاد، به نظر من این نرمش قهرمانانه دو شکل خواهد گرفت. چرا؟ وضعیت اقتصادی ایران شوخی که نداره، وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار بد هستش و همه هم اینو میدونن. آقای خامنه‌ای وقتی میگه که برای برداشتن تحریم ها اگر امکانش باشه یک ساعت هم نباید تعلل کرد، این حرف دلیل داره، برای اینکه واقعا وضعیت به ساعت بستگی داره. چرا به نظر من نرمش قهرمانانه دو هم رقم خواهد خورد؟ چرا با آقای ترامپ نمیکنن؟ برای اینکه آقای ترامپ از ریشه میخواستش این حکومت از خاک در بیاره. خب اینا میدونستن که مذاکره کردن با آقای ترامپ با اون شروطی که آقای پومپئو از اول گذاشته اینا واقعا به جایی هم نمیرسیدش. ولی آقای بایدن رو فرضشون بر این هستش که ادامه سیستم آقای اوباماست، که به نظر من داخل پرانتز این فرض اشتباهی هستش، ولی به هر صورت نرمش خیلی بیشتری از ترامپ خواهد داشت. و چرا به نظر من آقای خامنه‌ای حرفش رو عوض خواهد کرد و یه نرمش قهرمانانه دیگه ای کلید خواهد خورد. متشکرم از هر دوی شما، شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا، و مهدی نوربخش، استاد سیاست بین‌الملل از پنسیلوانیا. با ما ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. برنامه ما رو در صفحه یوتیوب بی بی سی فارسی هم میتونید تماشا بکنید. شب و روزتون خوش.